از این بر ترندی شبر نه خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آزین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خداوند جان و خرد، کرام بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستی شاد و خوش و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستان های شاهنامه. همچنان گاهی پیش میاد که بعضی دوستان میپرسن این مطالبی رو که صحبت میکنی اینها کجا نوشته شده. من بارها همین توضیح رو دادم که اینها در واقع شرحی است که خودم بر اساس شاهنامه این رو تدوین میکنم، گردآوری میکنم، مینویسم و البته گاهی از تومارهای کهن نقالی در این نثر بهره گرفتم، گاهی در داستانهای اولیه اوایل شاهنامه از بیانات آقای محجوب، روانشاد محجوب، بهره گرفتم، در جاهایی از اندیشه های استاد دبیر سیاقی بهره گرفتم. ولی مجموع این نوشته برخواسته از اندیشه خودم و قلم خودم هست که سعی می کنم منطبق با داستان شاهنامه پیش برم. شاهنامه رو دوستانی که دنبال کردن می دونن از ابتدای شاهنامه شروع کردیم، رسیدیم به فصل کیخسرو و غرض شرح و تفسیر هست. خب برویم بر سر داستان. رسیدیم به داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب. استاد طوس به رسم همیشگی که در آغاز هر فصل خطبه ای داره و قرائت میکنه اون خطبه رو، خطبه این داستان رو با ابیاتی در ستایش شاهی بزرگ و رزم ساز، با سپاهیان نبرد آزموده و پیلان صفشکن بسیار، کشورگیر و نیرومند آغاز کرده. بعد چند بیتی در مدح سلطان محمود غزنوی و روش و منش او. بعد اشاره به گذشتن عمر خود از 65 و رسیدن آن به 66 سال زندگی و سپید شدن مو
موی سیاه و خم شدن قامت راست و زرد شدن رخسار لاله‌گون خودش یاد کرده می‌فرماید: چون این سال بگذاشتم 65 به درویشی و زندگانی به رنج، چو پنج از بر سال 60 گذشت، تنم در نشیب و سرم سوی پست، رخ لاله‌گون گشت بر سان کاخ، چو کافور شد رنگ مشک سیاه. بعد می‌فرماید که در 58 سالگی که هنوز جوان بود و نیرومند، آوازی نهانی او رو نوید داده که نگران ادامه راهت و انتشار شاهنامه نظم شاهنامه نباش، که سلطان محمود فریدون ثانی است، او بخشنده و دادگر هست. در ادامه نظم شاهنامه و انتشار این کتاب سترگ تو را حمایت خواهد کرد و تو را در امر معاش و گذران زندگیت کمک خواهد کرد تا نظم این نامه باستان به سرانجام برسه، نظمی که از باد و باران و ویرانی و تابش آفتاب گزند پذیر نیست. در همین خطبه حکیم می‌فرماید: بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند، بر این نام بر عمرها بگذرد، همی خواندش هر که دارد خرد. کنون زین سپس نامه باستان به پیوندم از گفته باستان، چو پیکار کیخسرو آمد پدید ز من جادویی ها بباید شنید. در ستایش جادوی سخن خودش داره صحبت میکنه: ز من جادویی ها بباید شنید، کنون خطبه یافتم پیش از آن که مغز سخن یافتم بیش از آن. خطبه رو حکیم فردوسی با دعا و نیایه شروع میکنه، بعد وعده میده که در داستان پیکار کیخسرو درفشانی کنه و در سخنوری جادویی ها به کار ببره. سرانجام چنان که شیوه و پسندیده او هست، از گردش روزگار و از شگفتی ها که بلند آسمان نو به نو داره، از عزت و ذلتی که نصیب می سازه و اینکه بهره یکی رو درد و رنج و دیگری رو شهد و قند می گرداند، این فلک این آسمان، حکیم سخن میگه و آدمی رو از او بیدار و هوشیار رو آگاه می کنه. در پایان خطبه سخن پایانی حکیم وصف حال خودش هست، اینکه چون عمر از 60 گذشت و اگر 60 سالگی همانند 60 ماهیگیری صیدگیر و سودآورد باشه، خردمند باید متوجه شکست و سستی که به دنبال اون هست باشه. در 70 سالگی رنج بیش و امیدها به یأس و نومیدی نزدیک میشه. در این حال هست که مردمان باید در برابر رنجی که میبرند به کین کشی و نازش به گنج و مال نیندیشند. میفرماید: ای مردم، از شاه کیخسرو سرمشق بگیرید که با تدبیر و چاره انتقام خون پدر رو از نیای مادری خود گرفت، اما با آن پیروزی خودش هم در جهان نماند، جهان از او فرمانبری نکرد، رسم سرای سپنج همین است. باید کوشید و از رنج و زحمت در حد مقدور دور ماند. تو از کار کیخسرو اندازه گیر، کهن گشته کار جهان تازه گیر، چون این است رسم سرای سپنج، بدان کوش تا دور مانی زرنج. خطبه حکیم در اینجا به پایان میرسه. برویم بر سر داستان، آغاز داستان جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب. رستم سر بلند کرد، ابلغ سهراب دید، سپن آسا پاشد، حرید به گرده رخت پیشی جلو سهراب، تورانی است
مجددن روبرو شدن، اینجا هیچکی نیست. بدو گفت که ای رسته چنگ شیر، چرا آمدی باز نزدم دلیر؟ همانا که از جان سیر آمدی، که از ایتون به پیکار شیر آمدی. رستم گفت کشتی دوم، گفت مرد زکف بفتگن این تیغ و شمشیر یکین، بزن چنگ بیداد را بر زمین. نشینیم هر دو به پهلوی هم، به می تازه داریم روی دوشم. از این کشتی بگذر. رستم گفت کشتی دوم، التماس کرد. رستم گفت کشتی. سهراب گفت این دفعه امونت نمیدم، اما تو بوی رستم میدی. ز نام تو کردم بسی جستجو، نگفتن با من، تو با من بگو، اگه رستمی بگو. گفت رستم نیستم، اسم من الوا، کشتی دوم. سهراب گفت حالا آماده شد، رستمم آماده. رفتن جلو مثل دو قوچ کوهستانی، حمله کردن برای هم. امان از اون موقعی که بخت از کسی برگرده، رستم این دوتا دست پشت سهراب قفل کرد. قمین گشت رستم بیازی، چنگ گرفت اون برای یاغل جنگی، پلنگ اینجش هم گذاشت اینجای سهراب. خماورد پشت دلاور جوان، سهراب دید تو گیره آهنی گیر کرده. این الواد اون الواد نیست. رستم دید دورش به این نمیرسه، میدونین چه کرد؟ یه پیکن زد اینجای سهراب، اینطوری خوردن زمین. سر سهراب این ور، سر رستم این ور. اومد به خود به پیچه، برق خنجر طهمورث دیوبند رستم زد. یه دست به من رستم گرفت، یه دست به تو ایگاه. به پیچید از اون پس یکی آه کرد. غنی که بدن دیشه کوتاه کرد. بدو گفت کین بر من از من رسید، زمانه به دست تو دادم کلید. دوبارت امون دادم از کارزار، به پیریت بخشیدم این نام دار. اما تو به من رحم نکردی، اینه بدون پدرم خبر بشه جگرت در میاره. از این نام باران گردن کشان، کسی هم برست توی رستم نشان. چه بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشمن درش تیره گشت. بزد نعره و خونش آمد به جوش، بدو گو با ناله و با خروش. بگو تا چه داری ز رستم نشان، که گنبان نامش زگردن کشان، که رستم منم. گفت پدر تویی، چقدر به تو التماس کرد. کنون بند بکشای از جوشنم، برهنه ببین این تن روشنم. رستم اینجا رو پاره کرد، چشمش افتاد به او بازو بندی که داده بود به تهمینه. فهمید بچهش، دست انداخت زیر این بدن مثل سر. پسره میوه ی دلم، تو را با دست خودم کشتم. الف سالا، برو به کیکابوس بگو بچه‌م کشتم، نوشدارو بده. گیم رفت و برگشت، میگه داشتم دادم به یه چینی. جنگ یازده رخ بین گودرز سپهدار بزرگ ایران و پیران ویسه وزیر اعظم و سپهدار سپاه توران
اتفاق افتاد که با پیروزی ایرانی ها به پایان رسید. شاه کیخسرو بعد از آن نبرد بسیج جنگی دیگر کرد، جنگی بزرگ و سرنوشت ساز. سراپرده شاهی رو از شهر بردند به دشت. شاه بر تخت پیروزه بالای پیل نشست. بنا به رسم و آیین در چنین حالی امیران، دلاوران، پهلوانان، صاحب منصبان آمدند خدمت شاه کیخسرو. لشکرهایی که بنا به دستور او به نقاط دور و نزدیک رفته بودند، لشکرها با سرداران و پهلوانانی چون جهان پهلوان، رستم، اشکش، لهراسب، همگی به دستور کیخسرو برگشتند. نامه به نامداران کشور فرستاده شد برای جنگ آخر، جنگ نهایی با افراسیاب، تا مکمل و مسلح بشند و آماده و مجهز به درگاه کیخسرو بیایند. بعد از آن آرایشی برای سپاهیان و سپهداران و سرداران و فرماندهان در نظر گرفت. بنا به آیین یک آرایش بزرگ جنگی، ببینید که چقدر جالب هست. 3 تن از نامورترین سرداران و پهلوانان، یعنی جهان پهلوان رستم، گودرز بینادل و طوس زرین کفش رو انتخاب کرد برای جای دادن در میمنه، یعنی دست راست سپاه، تعدادی در قلب سپاه، منوشان و خوزان، شاه سرزمین پارس، همینطور شاه کرمان، سباه فرزانه، شاه یمن، ایرج پیلتن، شاه کابل، شماخ سوری، شاه سوریان، گیوبد، پادشاه شهر داور یا خاور، و بزرگانی از دودمان کیقباد، همه در میسره یعنی دست چپ سپاه مستقر شدند. کیخسرو اینها رو مستقر کرد: بیژن گیو، روحام گرد، گرگین میلاد، گردان ری و اونهایی که از نسل زرسب بودند، جملگی همه رو به نگهبانی پشت لشکر مأمور کرد. میمنه رو به رستم سپرد. زاولی ها همه دست راست میمنه. سپاهی گزین کرد بر میسره دست چپ، سپهدار گودرز کشواد، حجیر سپهدار یا حجیر سپهدار فرهاد، بزرگانی چون بردع اردبیل آماده به خدمت. سپهدار گودرز را خواستند، چپ لشکرش را بیاراستند. پیش قلب سپاه را به صف پیلان جنگی مستحکم کرد. بر هر پیل 300 نگهبان گماشته کرد. چنان آرایش جنگی از کوه تا دشت، از دشت تا بیابان، از کران تا کران. بیا سر بچه هم رو بذر زانود. گیر سر سهراب گذاشت به دامن، رستم خودش پاشد. اومد به کیکاووس گفت: کیکاووس، بچه همه به خاطر تو کشتم، نوشدارو بده. بده انده رستم گرفت، رسید دی تمام کرد. پسر قربان بالای بلندت، پسر قربان گیسوی کمندت. یزدان پاک چگویم چو آگه شود ماورش، چگونه فرستم کسی را برش. باز این گردون دون با ما سر پیکار دارد، ناوک غم بر دلم از سینه تا توفار دارد. ای سبا تهمینه را از من ببر یک دم پیامی، از سمنگان تا به زابل ناله های زار دارد. قصه سهراب رستم پند باشد تا بدانی، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. Thank you.
کیخسرو بر هر پیل با 300 نگهبان گماشته صندوقی گذاشت. در صندوق پیلان تیراندازان چابک دست نشاند، پیادگانی زبده رو با سپرهای گیلی و نیزه های نهرشی. رش واحد اندازه‌گیری بوده، از هر رش فاصله این انگشت تا آرنج یا آرنج تا شانه می شود یک رش. نیزه های نهرشی و کمان های چرخ، چرخ هم معروف هست، چرخ چاچی بسیار معروف بوده، با اون کمان می ساختند. کمان های چرخ به سرداری زنگه شاوران در پیش پیلان قرار داد. به این ترتیب از هر ناحیه سپاهیانی رو به سردارانی نامور سپرد، کسانی چون فریبرز با 30,000 سوار، تخار شاه دهستان و سوارانی از دشت عربستان به سرداری زهیر، سپاهیانی از روم و بربر به سرداری لشکرستان یا کشورستان، منوچهر آرش با سپاه خراسان، همچنین شاه غرچگان و شاه فیروز و دیگران رو در جایگاه منوچهر جای داد. بزرگان که از کوه قاف آمدند، ابا نیزه و کبر و لاف آمدند، سپاهی از دوده فریدون جم، شمشیرزن 30,000 به گیو گودرز سپرد. پس گیو بود آوه وسمگان، کشیدند جنگی دوگان و سگان، آمدند به یاری در پشت سپاه گیو، بر میسره 30,000 دلاور خنجرگزار، سپه 10,000 از دلیران گرد، پس گیو گودرز مشکان ببرد. برته تیغزن با کوهیار آمدند به یاری گیو، زواره برادر رستم، زواره بدین جنگ بود پیش رو، جلوی سپاه بود، گردان گردن کش 10,000، قارن رزم زن به پیشندرون، وزان پس به گستهم گژدهم گفت، که با قارن رزم زن باش جفت. به توس فرمان داد هر کجا با بوق و کوس، در میان سپاهیان ندا درده و جار بزن، که هیچ کس نباید دست به ستم بر کسی دراز کند، هر کس هرچه ضروریست را از شاه بخواهد، نباشد کس از خوردنی بی نوا، ستم بر کسی بر ندارد روا. بعد گردونه های بسیار و گاومیش های گردونکش فراهم کرد برای حمل خوراک و خورش. دیدبان ها همه بر سر کوها، کاراگهان و خبر آوران پراکنده در هر سو، همه کوه و غار و بیابان و دشت، به هر سو همی گرد لشکر بگشت، به گردون کلاه کیی برفراخت. به این ترتیب با این آرایش جنگی آماده حرکت و نبرد شدند.
عمل کنید. در این مدت که ترتیب آرایش جنگی سپاه کیخسرو رو می نوشتم، سرگشته در بین این آمار و ارقام این سپاهیان از چپ و راست و تلیعه و سیاهی لشکر تا تعداد فیلها و اسبها و سایر حیوانات و سلاحها و اقلام، همینطور نام پهلوانها، سرداران، سپه سالاران، پادشاهان و چه کسی پسر چه کسی است، چه کسی پدر چه کسی یا برادر چه کسی. از یک جایی به بعد خودم هم در داستان گم شدم و فکر کردم انگار خودم هم در این بیابان نبرد هستم و حضور دارم و میرزا بنویس هستم و تلاش میکنم که آمار و این ارقام و اسامی رو اشتباه نکنم، دقیق بنویسم. خلاصه این قسمت از برنامه و نوشتن این شعر از شاهنامه کلی من رو حیران و شگفت زده کرد و انگشت عبرت به دهان. باری این طرف چنین معرکه و هیاهوی برای کارزار، آن طرف افراسیاب آسوده نشسته در جایی در چاچ. چاچ خاطرتون هست، شهری در ماوراءالنهر. و ببینیم گفتار اندر آگاهی یافتن افراسیاب از کشته شدن وزیر اعظم خود بزرگ سپه سالار توران پیران ویسه، در برنامه آینده شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر. شان چنینند ایرانیان، چنینند مردان و جنگاوران. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است.